مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. مسلمون یکی خون انسان‌ها رو حلال رو بده نامشروع سرش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلام کلا درست دین برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما. رحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت عزیزان برنامه کافه نور از شبکه جهانی نور در خدمتون هستیم. همطور که میدونید تمام شبکه‌های مجازی بلکه تمام مردم ایران در این هفته درگیر اتفاقی بودند که در شمال غرب کشور عزیزمون ایران افتاد و ملت غیور ایران نشون دادند که چقدر همیاری و همبستگی دارند در کمک کردن در هنگام بحران در هر منطقه ای از مناطق کشور عزیزمون ایران که میخواد باشه. اگر به خاطرتون باشه یعنی سنتون یاری بده خیلی ده 80 و 90 نباشید میدونید که زلزله بم و زلزله رودبارد و زلزله خیلی با تخریب بالا در کشور عزیزمون ایران بود که قبل از این زلزله اتفاق افتاده بود و تصاویر کم، ویدیوهای کم و حتی کمک‌های مردم اصلا به این شکل حال حاضر نبود یا اطلاع رسانیش حداقل به این شکل نبود، اما به لطف شبکه‌های مجازی مردم تونستن خیلی سریع کارها رو انجام بدن و کمک‌ها رو در همون ساعت‌های اولیه برسونن به منطقه کرمانشاه و به خصوص منطقه سرپل ذهاب. امروز در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد و موضوع برنامه‌مون همیاری با طعم زلزله است. همیاری با طعم زلزله که زیرنویس میشه و شما میتونید در این برنامه با ما باشید. سعی می‌کنیم یه گذری داشته باشید به اتفاقاتی که در این مدت افتاده از لحظه زلزله تا بعد از. منم سلام دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی. خیلی خوشحالیم که این هفته هم باز در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته قبل درست یک شنبه ساعت 9:48 دقیقه 21 آبان ما متاسفانه مناطقی از غرب ایران که دقیقاً میتونیم بگیم منطقه ازگله در منطقه سرپل ذهاب بود لرزید و به گفته آقای احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس متاسفانه ما باز هم میگیم یعنی نمیتونیم در مورد آمارها دقیق اشاره کنیم که چه تعداد از عزیزان ما در این حادثه کشته شدند و یا چه تعداد مجروح شدند، اما آماری که آقای احمد سفری در مجلس اعلام کرد ایشون گفتن که بیش از 1000 نفر در این جریان کشته شدند و که 250 نفر این افراد یعنی از این کشته شده ها فقط افرادی بودند که متاسفانه در خانه های مسکن مهر جان خودشون رو از دست دادن به خاطر ناامن بودن و عدم استحکام این خونه ها. امشب میخواییم در مورد این حرف بزنیم که واقعا مردم این همه همیاری، این همه عشق، این همه محبت رو از کجا آوردن؟ چی شد که این همه همیاری واقعا خیلی سریع یعنی قبل از اینکه نیروهای امداد دولتی به این مناطق برسن نیروهای مردمی خودشون رو به اونجا رسوندن، قبل از اینکه کمپین هایی از طرف دولت درست بشه و مجوزهایی براشون داده بشه از طرف خود مردم خود جوش کمپین هایی درست شدن و امداد خودشون رو به اون مناطق رسوندن، در حالی که غافلگیر شده بود ستاد حوادث غیر مترقبه کشور مردم خیلی سریع به اونجا رسیدن و این حرفی که الان موحد میزنه میگه غافلگیر شدن این شوخی نیست. این الان انشالله میگیم که جریانش چیه واقعا چرا غافلگیر شدن مسئولان دولتی. به هر حال با ما باشید این یک ساعت رو از طریق واتساپ، اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در این مورد بگید که آیا شما چجوری تونستید همکاری و همیاری خودتون رو به زلزله زدگان کرمانشاه برسونید. یه ویدیو میگیریم همین الان. دوستای عزیز در خدمت شما هستیم از برنامه بله 3 2 دوستای عزیز از برنامه کافه نور در خدمت شما هستیم. در مورد زلزله کرمانشاه شما چیکار کردید برای این عزیزانمون در این منطقه؟ چجوری همکاری و همیاری خودتون رو رسوندید؟ زیر همین پست نظر خودتون رو بنویسید. بزرگترین مشکلی که شما توی این چند روز دیدید و مشکلی که سبب تلفات جانی بیشتر یا دیر رسیدن کمک‌های انسانی به مردم زلزله زده شد
چی بود که شاید بتونی برای زلزله زده های آینده و برای زلزله های آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. کامنت کنید، کامنتتون تو برنامه خونده میشه انشاءالله. این زلزله‌ای که روز 21 آبان ماه یعنی یکشنبه شب هفته قبل رخ داد، اگه بخوایم دقیقاً مشخص کنیم در چه منطقه‌ای رخ داد، در 30 کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و 32 کیلومتری جنوب غرب حلبچه اتفاق افتاد. این زلزله تا الان به عنوان بزرگترین زلزله سال ثبت شده با 7.3 ریشتر و لرزه های این زلزله را 150 میلیون انسان حس کردند. حتی در مناطق خیلی دور افتاده تری، یعنی چون شدت زلزله واقعا شدید بود، 7.3 ریشتر یعنی آمار وحشتناک، یک رقم خیلی بالاست در جریان زلزله و اینا، یعنی به دهم میتونه تأثیر داشته باشه در آمار کشته ها. اما خب خوشبختانه در جریان این زلزله چون قبلش یک پس لرزه اومد و شاید بگیم این پس لرزه باعث شد که بسیاری از مردم از خونه هاشون بیان بیرون و به حال برای زلزله اصلی یک آمادگی رو داشتن. امشب میخوام من بیشتر در این قسمت میخوام در مورد مدیریت بحران در موقع زلزله یا هر اتفاق ناخوشایند دیگه‌ای حرف بزنیم. واقعا وقتی چنین اتفاقی میفته در همون لحظات ابتدایی، لحظات اولی باید چیکار کنیم؟ این چیزایی رو که الان ما داریم به صورت تئوری در یک برنامه زنده خدمت شما عرض میکنیم، واقعا گفتنش خیلی آسونه، خیلی راحت ما میتونیم بگیم بله اولین گزینه اینه که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. اما در موقعیت بحرانی و در اون موقعیتی که واقعا آدم دست راست چپ خودش رو قاطی میکنه، گم میکنه و نمیدونه اصلا در خروجی منزلش از کدوم طرفه، چون در و دیوار داره میلرزه، واقعا در اون لحظه مهمه که ما بخوایم خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. پس اولین موردی که ما در مورد مدیریت بحران باید مد نظرمون باشه اینه که خونسرد باشیم و خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. یه ویدیو میبینیم، این ویدیو از دقایق اولین دقایق بعد از زلزله است. شاید براتون خیلی عجیب و غریب باشه چی شده که اون دقیقه یه نفر داره تصویر میگیره از خونه، نمیدونم دیدید یا نه. بله. همین امروز منتشر شد. شخص اون کسی که فیلم میگیره در واقع میخواسته چراغ دوربینش رو روشن کنه و دستش خورده تو اون وضعیت و فیلم گرفته اتفاقی و وضعیت رو میتونیم دقیقاً بعد از زلزله تو این ویدیو ببینیم. از صفحه لپتاپ بنده اتاق فرمان عزیز آماده اگر هستن که ببینیم ویدیو رو، لحظه وقوع زلزله در سرپل ذهاب. میگه پیروز کجاست، پیروز کجاست، هوای مامانم رو داشته باشه. پیروز جان نترسه، اونجا راه هست. ماهد یک تو این ویدیو زمینه که این تبلیغات خود یوتیوب هم اومد روی حالا تصویر، این تبلیغات خود حالا یوتیوب بود، مال اصل ویدیو نبود. خیلی جالبه در این موقعیت آدم الله رو صدا بزنه، این خیلی مهمه، یعنی این به نظر من همون آرامش و سکینه است. در اون لحظه الله رو فراموش نکردم. من ویدیوهای خیلی زیادی دیدم که همشون بلا استثناء یا الله میگفتن و این واقعا جای خوشحالیه و برای بعضی هم خب جای ناراحتیه که چرا یا علی رو صدا نزدن و نمیدونم یا فلان امام و یا فلان امام. اولین مورد اینه که ما در بروز حادثه، وقتی هر حادثه رخ میده، آتش سوزی باشه، زلزله باشه، هر اتفاق ناگواری باشه و در منزل هستیم، خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. سعی کنیم هر چه سریعتر تا میتونیم شیر آب، بر حال کنتور برق و اگر گاز کشی گاز خونه رو قطع کنیم و اگر کپسول سعی کنیم
اون رگولاتوری که به حال وصل میشه به اجاق گاز حتما اینا رو قطع کنیم، اگر یعنی در اون موقعیت هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد حتما سعی کنیم توی ویدیو هم اگر دقت کردید دو مورد، اول اون کسی که بزرگتره و داره به بقیه در خون بلند داره وقتی شهادتین میگه داره به بقیه یادآوری میکنه شهادتینتون رو بگید بلند شهادتینش رو میگه که بقیه در جریان باشن که شهادتینشون رو بگن و به یاد الله باشه، الله کمکم کن، الله خودت از همون شر رو بردار، چیزی که توی ویدیو میگه. نکته دوم اینکه همون چیزی که تو گفتی توی این ویدیو دقیقاً، نکته دوم که بزرگتره داره اعضای دیگه خانواده رو که میدونن ترسیدن آروم میکنه، میگه مامانم مامانم برو بیار، میگه که مامانت هست زنده است من میرم میارمش، صبر کن نترس نترس خونسرد باش. دقیقا خونسردی خودش یاد الله کردن که باعث آرامش میشه توی اون وضعیت خطرناک. و بعدم میگه برق، میگه اونجا برق هست نرو مراقب باش، میگه برق قطعه، یعنی چه کرده که برق قطعه. این خیلی مهمه که یعنی به حال اگر خدایی نکرده تو خونه آتشی به حال کپسول گازی، شاید اون موقع مشغول آشپزی بودن و زلزله اومده و آتش سوزی رخ داده، حتما تا جایی که مقدوره، این میگم اینا همش تئوریه، واقعا در موقعیت عملی خدا میدونه که آدم چجوری عمل میکنه و چقدر ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم، اما اگر خدای نکرده آتش سوزی رخ داده حتما سعی کنیم اون رو خاموش کنیم. اگر شیر آبی باز شده حتما سعی کنیم این شیر آب رو ببندیم، چون اینا برای بعد دچار مشکل میشه. فرض کنیم اگر خدای نکرده شیر آب باز باشه و خونه فرو بریزه و احتمال داره همین آب باعث بعدها، مثلا اگر شخصی زیر آوار باشه باعث این بشه که اون گلولای نذاره تنفس این شخص درست باشه، اگر آتش سوزی باشه احتمال داره همین آتش سوزی و دود باعث بشه شخص دچار خفگی بشه. اینا مواردیه که به هر حال کسایی که در قضیه امداد و نجات هستن به هر حال تجربه کردن و تجربه سالیان سال این افراد هست. بعد در این موارد حتما سعی کنیم که اگر همراه خودمون تلفن همراه هست، تلفن همراه خودمون رو حتما برداریم، اگر فرصت هست وسایل ضروری مثل مدارک شناسایی یا اگر پول نقد یا به هر حال چیزهای قیمتی در خونه است، اگر میتونیم به اندازه توان این چیزها را برداریم، چون متاسفانه بعد از زلزله خب افراد سودجویی هستند که متاسفانه اومدن و دیده شده و به غارت مردم خونه های مردم رفتن و بعضی از اشیاء قیمتی و پول و جواهرات و این چیزها را که در خونه ها موندن افراد دیده شده، هم در زلزله بم و هم در زلزله های قبلی دقیقا. که رفتن این کار رو کردن و خونه مردم را غارت کردن به بهانه های مختلف، حتی بعضیاشون به اسم تیم امداد و نجات رفتن و خونه های مردم را گشتن، در صورتی که اینا افراد سارق و دز بودن. مدیریت این بحران از این لحاظ واقعا مهمه. بعد اگر اومدیم پایین ساختمون تا جایی که میتونیم سریع منطقه را ترک کنیم، به فکر این نباشیم که با ماشین بخوایم خلاصه از اون منطقه دور بشیم، چون خدایی نکرده احتمال داره قسمتی از ساختمون فرو بریزه روی ماشین و یا اینکه هر اتفاق دیگه در مسیر بیفته. حتما بعد از اینکه این کارهای اولیه رو انجام دادیم سریع خودمون رو به نزدیکترین فضای باز که از ساختمون ها دور باشه، از زیر درختان دور باشه، از زیر تیر چراغ برق ها و دکل های فشار قوی دور باشه، سریع خودمون رو به این فضا برسونیم که انشاءالله اینها اسبابی هستند که کمترین تلفات رو به هر حال میتونیم اگر اینا رعایت کنیم داشته باشیم. همطور که میدونید توی این زلزله هم که اتفاق افتاد بعد از زلزله، چون اون لحظه اول زلزله شاید این صحبت هایی که الان ما داریم میکنیم به درد دفعات بعد بخوره، همطور که میدونیم زلزله اتفاقی که خواه ناخواه باز هم تکرار میشه، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که هر کسی در حد خودش تلاش خودش رو میکنه که آگاهی بده به مردم که در لحظه زلزله بتونن از خودشون بهترین واکنش ها رو نشون بدن، با اینکه سخت هست در اون لحظه و مدیریت بحران میخواد برای هر خانواده که بتونه خانواده خودش رو بهترین شکل در واقع نجات بده از وضعیت. دومین موردی که خیلی پیش میاد در هنگام زلزله و الان ما توی این زلزله دیدیم و باش برخوردیم شایعه است. بله. شایعه بلافاصله بعد از زلزله به خصوص با توجه به وسایل تواصل اجتماعی و شبکه‌های مجازی که وجود داره، تلگرام و
واتساپ و تو بعضی از کشورهای دیگه بیشتر فیسبوک و اینستاگرام خیلی زیاد شایعه منتقل میشه. علت اینکه شایعه توی بحران‌های اینچنینی که مردم نقش اطلاع رسانی بیشتری از دولت دارن واضح‌تر میشه این هست که مردم، مورد اول این هست که مردم اطلاعات کافی ندارن. شاید از تشخیص دادن براشون سخت باشه که این ویدیو، این عکس که زیرش یه تکست نوشته واقعیه یا نه، این عکس، این ویدیو که زیرش این تکست نوشته از یک کشور دیگه است، از یک جای دیگه است یا نه. ما تو همین زلزله دیدیم اتفاقات و ویدیوها و عکس هایی که اصلا مرتبط با این ماجرا نبود، مال سوریه بود مثلا. آره مال سوریه بود، خیلی از اونها مال در واقع زلزله های شرق آسیا بود، چش تنگ بودن. من دیده بودم این عکس ها رو گذاشتم و دارن پخش میکنن، یه عده از زیر آوار در نیومدن، خیلی وحشتناک، خیلی ترسناک، در حالی که همه اینا شایعه بودن و دامن میزدن به اتفاقات بعد. یه سری دیگه از این شایعه ها، حالا ما یه دونه از این کلیپ هاشون رو هم اگر اتاق فرمان آماده باشن پخش خواهیم کرد انشاءالله، که در مورد یه به خاطر این راهزن هایی که توی اون منطقه وجود داشتن، بعضی از این کمک هایی که می اومدن توسط راهزن ها گرفته می شدن، می بردن و این اتفاق افتاده بود. اما خیلی منتشر شد، خیلی گسترده شد، تا اینکه خیلی از مردم دیگه کمک هاشون رو نفرستادن، ترسیدن از اینکه این راهزن ها بیان تمام مال و اموال و اون چیزا رو بدوزن و کسی هم اون منطقه در واقع یک جور بیشتر از اون حدی که بود شایعه منتشر شده بود. خیلی از ویدیوهایی که منتشر شد بعد از اون، حالا من ویدیوشو پیدا میکنم بهتون میگم شماره چند هست، خیلی از ویدیوهاشون شماره 10، خیلی از ویدیوهاشون که منتشر شد اصلا ویدیوی دزدی نبود، اصلا ویدیوی دزدی نبود، ویدیوی یک سری روستاییان اطراف جاده بود که اومده بودن کنار جاده، اون ماشین حمل مثلا بار که داشت میرفت به سمت سرپل ذهاب توی راه خودش وای میسته تا اینکه اینا وسایل مدنیتشون بردارن، مثل به خصوص پتو و چادر و اینا. حالا ویدیو شماره 10 رو اگر ببینیم قشنگ متوجه میشید. این ویدیو منتشر شد به صورت خیلی گسترده که این دزدی هست از در واقع مال و اموال مردمی که داره میره برای کمک به زلزله زدگان و نمیرسه دست زلزله زدگان، در حالی که اصل ماجرا همون روستاهایی بودن که تو راه بودن. ببینیم کلیپ شماره 10 رو. خب الان ببینید این ویدیو منتشر شده بود که دزدی از کمک‌های مردمی، در حالی که روستاییان اطراف این جاده که نرسیده به سر پل ذهاب هست اومده بودن و مایحتاجشون رو برمی‌داشتن، خود کامیون وایساده بود برای این منظور. یکی از بهترین راه‌های، چون مدیریت بحران تو سطح خیلی گسترده نیاز به یک قدرت رسانه‌ای خیلی بالا میخواد، یعنی ما هم به هر کسی نمیتونیم، مردم باید دقت کنن که هر چیزی رو که میشنون منتشر نکنن، چون شایعه میتونه خیلی بد تاثیر بذاره، توی تاثیر منفی بذاره توی زلزله و حوادث برای طبیعی. دوم اینکه اگر رسانه ملی میلی نبود، میتونست رسانه ملی خیلی واقع گرایانه و درست حسابی و بدون دروغ تمام اتفاقات رو، تمام حوادث رو منتشر بکنه، که نیاز نباشه که یه سپاهی بیاد مثلا بیاد بگه بابا این صدا و سیما داره دروغ میگه، اصلا وضعیت به این طور نیست، خیلی وضعیت بحرانی تر از این حرف هاست. یا مثلا ویدیوهایی که ما از مردم میبینیم که در اصل ماجرا هستن، خودشون با پای خودشون به اونجا رسوندن و خبرنگار نیستن، هلیکوپتر هم ندارن، پاترول های صدا و سیما هم دستشون نیست، خیلی واضح‌تر باشه و گویای حال باشه و صدا و سیمای ملی بخواد دروغ بگه. اگر صدا و سیما، اگر یه ارگان بزرگ دولتی رسانه‌ای خیلی قوی ظاهر بشه توی این موارد، معمولاً به راحتی میتونه شایعه رو نذاره دامن بخوره یا گسترش پیدا بکنه و جلوش رو بگیره،
ما مورد دوم رو نداریم، صدا سیما متاسفانه دروغ میگه، اما مردم باید خودشون هوشیار باشن. ما دقیقاً در مورد همین ویدیو هم که پخش کردیم الان، خود مردم باز اطلاع رسانی کردن که بابا اینا دزد نیستن، راهزن نیستن. چون من دقیقاً با یکی از دوستان یعنی برای کمک ازشون درخواست کمک کردم برای اون مناطق، گفت شنیدم که الان کل منطقه رو راهزنها گرفتن و هر چی وسایل ما بفرستیم دست راهزنها میفته و اینا، اینم مدرکش. بعد که من خوب دقت کردم نه اینجوری نیست، بعد با دوستان در کرمانشاه تماس گرفتم گفتم جریان چی، گفت بابا اینا همشون مردم روستایی هستن و راهزنی که اینجوری نمیشه، کی میگه اینا راهزن، اینا همشون صورتاشون باز، افراد اون روستاها هستن، افرادی هستن که همه میشناسیمشون و خود مردم، منظورم این نکته است که خود مردم باز خود مردم هم باز میتونن جلوی این شایعات رو بگیرن و گرفتن و بسیاری از تبلیغات منفی که شد الحمدلله خود مردم تونستن جلوش رو بگیرن. هم از مناطق دیگه اومده بودن، اصلا زلزله زده نبودن، چون زلزله زده نمیتونه تو اون وضعیت اصلا به فکر راهزنی باشه، کجا میخواد قایم کنه این همه وسایل رو. اما از مناطق دیگه اومده بودن برای اینکه این به دزدان، واقعا چقدر آدم باید بی احساس و بدون شعور باشه که بخواد همچون کار رو انجام بده. در مورد دروغ های صدا سیما تعریف کردیم و در موردش گفتیم، اگر موافق باشین یکی از گزارش های صدا سیما رو که فکر میکنم روز دوم یا سوم بعد از زلزله بود، همه ما ویدیوهای زلزله رو توی تلگرام، توی اینستاگرام به وفور دیدیم، وضعیت مردم رو دیدیم. الان این گزارش روز دوم یا سوم بعد از زلزله است، گزارش صدا سیما است. شما برید ببینید این گزارش داره به چه شکل گزارش میگم یه جا گل و بلبله. الان ببینید خودتون ترجمه میکنید، انگار دارن نمایش باز میکنم. ببینیم شما ویدیو شماره 3 رو. سلام، عصر بخیر ملت ایران، همکاران محترمم در شبکه خبر. بهترین خبری که میتونم بهتون بگم بازگشت زندگیه. بازگشت زندگی من تو این 3-4 روزی که اینجا هستم ندیده بودم بچه‌ها بیان شروع کنن به بازی کردن و واقعا دیدن این لحظات واقعا شادی آفرینه. بازگشت به زندگی اینجا، حتی خانه‌هایو می‌بینم. امروز چون روز آرامی بود، کمتر پس لرزه داشتیم، مردم شروع کردن به ساختن خانه‌ها. روز دوم سوم مردم شروع کردن به ساختن خانه‌هایی که خراب شده بود. مثلا خونه می‌سازن. همونجوری که می‌بینید به طور خیلی خیلی خوبی، خیلی خوبه، چادرهای هلال احمر و چادرهایی که ارگان‌های مختلف اومدن اینجا داده شده. من دیروز یکی دو تا چادر می‌دیدم، الان نیا کنید در همین قسمتش نزدیک 6 تا 7 تا چادر هست. بسیار امروز روز خوبی بوده، روز قبلش 2 تا بوده، الان شده 6-7 تا انجام شده، 4 تا اضافه شده. همین کارهای ویژه، همین سرعت دادن، همین سامان دادن، این بچه‌ها فکرن تموم شده دیگه، فیلم رفتن، زندگی و تفریح و شادی بچه‌ها برگرده به کوچه های سرپل زهاب. در خدمت سردار جان نصاری هستیم. سردار از اقدامات انتظامی بگید. واقعا از این مسخره تر، یکی از دوستان نوشته بود وقتی این صحنه رو دیدم انگار داشتم شبکه کره شمالی رو نگاه میکردم. یعنی باور کنید اوج استبداد، اوج زورگویی. یعنی هفته قبل یه برنامه رفتیم در مورد استحمار، این یک نمونه از همون استحمارهای رسانه‌ای که واقعا متاسفانه آمدانه دارن این کار رو انجام میدن برای انحراف افکار عمومی. خب من چند مورد دیگه بگم. بعد از این که هر زلزله اتفاق میفته، تقریبا شاید بگیم در ساعتهای بعدیش ما شاهد پس لرزه ها هستیم، پس حتما باید این نکته هم در نظر بگیریم. یعنی وقتی میگیم پس لرزه، احتمال داره این پس لرزه ها بر حال باز درجه ریشتر بالایی داشته باشه، احتمال داره تا 4 ریشتر و 5 ریشتر هم بر حال بره. یعنی پس لرزه، درست اسمش پس لرزه است، اما میتونه خطرناک باشه و خدای نکرده بر حال افرادی رو به کام مرگ بفرسته. پس بعد از زلزله، بعد از اینکه زلزله اصلی اومد، حتما مراقب این باشیم که پس لرزه ها تلفات دیگه نگیره. اگر برامون امکان داره، قدیم الایام رادیو اکثرا تو همه خونه ها بود، ولی خب الان شبکه‌های اجتماعی، موبایل و
نمیدونم اینترنت و اینا حد المقدور هست. حتما سعی کنیم به وسایل ارتباط جمعی وصل باشیم، اخبار دوربر خودمون رو حتما داشته باشیم و بدونیم چه اتفاقاتی دوربر خودمون میفته. این خیلی مهمه. قدیم الایام در زمان جنگ و زلزله و طوفان و اینا حتما از رادیو استفاده میکردن، الان ما میگیم از تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و از وسایل ارتباط جمعی، هر چی دم دستتون هست حتما ارتباط بگیرید و سعی کنید، چون احتمال قطع برق و این چیزا هست، در باتری موبایلتون صرفه‌جویی کنید و سعی کنید اسراف نشه، چون برای چیزهای ضروری تر احتمال داره لازم بشه. بعد حتما سعی کنید در این مورد، یعنی بعد از اینکه زلزله اصلی اومد، اطلاع رسانی کنید و اگر تیم‌های امداد و نجات در اون دور و بر هستن حتما موقعیت خودتون رو گزارش بدید. اگر نیستن، مثل همین جریاناتی که در این روزا ما دیدیم، با مردم اطرافیان خودتون ارتباط بگیرید، زنگ بزنید و بگید وضعیت ما به این شکل وخیمه. بعد از تردد به جاهایی که احتمال خطر هست، مثل ساختمانایی که ترک خورده و اینا، حتما خودداری کنید، چون به هر حال احتمال داره این ترک ها با هر پس لرزه دیگه دوباره فرو بریزه و باعث مرگ و میر بشه. ولی یکی دیگه از اون اتفاقات عجیب و غریبی که افتاد، ارتش به حق در همون اوایل، در همون اولی، من خودم با کسانی که اونجا توی زلزله بودن، اولین اتفاقاتی که بعد از زلزله اومد، خدایش ارتش بی ادعا اومد و کمک رسانی کرد به مردم قبل از اینکه هیچ ارگان دیگه به جنبه. الحمدلله ارتش رسیده بود به اونجا. شاید یکی از ضررش اینه که نرفته بودن برای عراق و مراقبت از زائرین اربعین در عراق، خودشون رسونده بودن الحمدلله، واقعا دمشون گرم، دستشون در نکنه. ولی صدا سیما اومد پرداخت به چی؟ به سپاه، و اینکه سپاه اومده کمک کرده و فرماندهان سپاه اومدن اونجا رفتن و به مردم کمک کردن، در حالی که مردم دقیقا برعکس این رو میگفتن. بریم این کلیپ رو ببینیم، خواهش میکنم بریم کلیپ رو ببینیم، ما با هم صحبت میکنیم در موردش. دوستان عزیز، این فیلم از وقتی منتشر شد به شدت جنجالی شد. فیلم خیلی کوتاه، پاسدار جعفری رو نشون میده که با فیگور این که مثلا قبلا تو جنگ تو سرپل ذهاب بوده، میخواد به زور خودش رو به مردم این منطقه نزدیک کنه. میگم لشکرتون توی منطقه کورموش بود یا نبود زمان جنگ؟ بود اینجا؟ خیر. آره، این منطقه سرپل ذهاب و این روستاها همه آواره و چیزا. این صبح شما گفتیم میخوای چیز بفرستی، آمبولانس و طبیب پزشکی اینا. ما الان اینجا چادر میخوام، مردم، آب معدنی، پتو، کنسر. شما باید فرض کنید که این صحنه خیلی اتفاقی رخ داده، پاسدار جعفری هم اصلا حواسش نیست که دوربین اونجاست. حالا از مصنوعی بودن و نمایشی بودن این صحنه که بگذریم، اون چه که این فیلم رو خیلی جنجالی کرد این بود که وقتی جعفری داره حرف میزنه، دکمه سبز روی گوشی روشنه. اولین فرضیه این بود که وقتی علامت سبز روی گوشی سامسونگ میاد، یعنی هنوز تماسی برقرار نشده، پس یعنی اصلا کسی اون برخط نیست و جعفری داره برای خودش میبند و میبافه. چیزی نگذشت که ولایت مداران بسیجی که دیدن خیلی سیت شده، سری دست به کار شدن و با درست کردن کلیپ هایی ثابت کردن که این حالت طبیعیه، چون در بعضی از گوشی های سامسونگ وقتی داری با کسی صحبت میکنی، اگر تماس پشت خطی داشته باشی، دوباره علامت سبز روی صفحه نمایش داده میشه، یعنی نفر میتونه با همون خط اول تماسش رو ادامه بده، ولی روی گوشی تماس دوم با علامت سبز در انتظار نمایش داده میشه. این خط اول، من هم صحبت میکنم، خب حالا خط دوم هم زنگ میزنه، شما ببینید رو صفحه چی ظاهر میشه. این همینطور در فیلم هم که ببینید، گوشی رو اینطور میدن دست سردار جعفری، یعنی خط دوم داشته زنگ میزده، ایشون همینجوری میگیره با همون خط اول صحبت میکنه. به این ترتیب اینا آمدن ثابت کردن که جعفری داشته واقعا با یکی تماس میگرفته. اما حالا با فیلم جدیدی که بیرون اومده، راز اصلی ماجرا برملا شده. در این فیلم میبینیم که در صورتی که تماس با خط اول در جریان باشه و یک تماس دوم پشت خط بیاد، درسته که علامت سبز نمایش داده میشه، اما به محض اینکه چیزی جلوی دوربین گوشی بیاد،
یا گوشی به صورت بچسبه باید صفحه نمایش سیاه بشه. فقط در یک حالت صفحه نمایش سیاه نمیشه و اون هم زمانیه که هنوز تماسی برقرار نشده باشه. همه چی واضح بود. حالا چه کار معمولا میان گند میذارن بخوان درستش کنن، یه فایل درست کرده سپا و تو خبرگزاری خودش هم منتشر کرده، کلیپ شماره 14 است منتشر کرده، یک نفر دیگه اومده بین صحبت‌های این فرمانده که میگه بله بله، بعد اون یه صدای دیگه میاد رو صحبت این دشنی اینو میاد صدا رو هم همینجوری میکس کردن که بگن نه این فایل اصلی صوتی، ببین یه نفر اونور داشته پاسخ میداده. ببینیم این رو، این کلیپ رو ببینیم، خواهش میکنم ببینیم چقدر مسخره است. اینو ساختن بعدن و میخوام بگن که این کلیپ صوتی فایل اینو داشت. حالا بعدش روش صحبت میکنیم یا بعدش صحبت میکنیم، ببینیم، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام آقا، شما خوبه؟ بسیار شما چکر. خوش خدمت آقا. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. خدا قوت. احوال شما؟ ممنون، شما خدا رو شکر. خدا رو سر زمان سر. شما خوبید؟ خدا قوت. میگم لشکرتون توی منطقه کورموش بود یا نبود؟ بله، بله، چرا نبود؟ بود اینجا؟ بله، بله، بله. کورموشی؟ آره. این منطقه سر پل زهاب و این روسا همه آواره و چیزا. این صبح شما گفتین می‌خوای چیز بفرستی، آمبولانس و دیگه اینا. ما الان اینجا چادر میخوام، مردم، آب معدنی، پتو، کنسرو. حاج آقا کنسرو، آب معدنی، پتو، فکر کنم تا 12 شب میرسه آمبولانسامون تا یک ساعت دیگه تا 7 اونجا. صدای بعد سه تا فرمانده جعفری که صحبت میکنه دقیقاً صدای رو ویدیوه، یعنی صدای ضبط شده از طرف هیچ کسی نیست، دقیقاً همون صدایی که روی ویدیو تون صداش رو گوش کنه. اینا رو همه رو هماهنگ کردیم که بیاد. چادر چی حالا؟ چادر هم ما به این بچه ها گفتیم خودمون، چون چادر گروهی به دردشون نمیخوره، باید چادر مسافرتی باشه. چادر مسافرتی، یه نفر با شما تماس میگیره، چرا باید فایل صوتی از یه مکالمه تلفنی موجود باشه؟ چرا؟ اگر بخوام بگن آقا جان این دروغه، فرمانده داشته نقش بازی نمیکرده، بیان اون موبایل رو بیارم بگن همچون اتفاق افتاد، ببینید یعنی گذاشتیم رو گوشی روی صورتمون و سبزه هنوز مشخصه، یعنی میان گندتر میزنن به اون گندی که زدن. در متاسفانه کامنت ها رو بخونیم. بله کامنت ها رو میخونیم همطور که مستحضر هستید. دوست عزیزم نوشته والا ما رفتیم به خدا، اصلا دوزی در کار نیست، همش کار دولت، این شایعات رو پخش میکنه. بله ببینیم اگر موافق باشید. بله بزرگترین مشکلی که مسبب کشته شدن مجروح شدن بیشتر تو زلزله اخیر بوده رو چی میدونید؟ دوستی گفتن رنگ رخساره خبر میداد، سر درو نمیدونم مجروحتون چی. مرگ و زندگانی دست خداست، اینا فقط سبب آقایون، زلزله مهمترین مسبب اصلی بود، بی اعتنایی دولت. دوستی هم به مسخره گفتن بی حجابی، تتلو رو مسخره کرده احتمالاً. دوست دیگری گفتن زلزله یک امر طبیعیه و این خواست و امتحان از خدایه که میخواد صبرمون رو در برابر امتحانات بزنجه. ما یصیبونا الا ما کتب الله لنا، و این یک نوع آزمایشه که میخواد ایمانمون رو نسبت به خودش زیاد کنه. هوشیار باشیم که قیامتی در راهه و یک روزی میخوایم در مقابلش بایستیم و جوابگو باشیم. مریم گفته سلام علیکم، فرکانس رو نور رو برامون بفرستید، توی اینستاگرام شبکه هست. آ خالد گفته علت تلفات یک کلم است، فقر، و منظورشون احتمالاً به خاطر وضعیت نامناسب ساختمون‌ها است. سیب سرخ هم گفتن شدت زلزله و همچنین سست بودن خونه ها و ساختمون ها. دوست از این نوشته از تهران نوشته من به عیادت این زلزله زدگان در تهران رفتم، بعد نوشتن مسائل مهمتری هست که شما بزرگواران بهش بپردازید و اونم اینه که آگاهی دینی رو، آگاهی دینی این افراد رو بالا ببرید. بعد ایشون نوشتن
خیلی از این افراد وقتی ایشون رفتن، حالا ایشون اینجوری گفتن من نمیدونم، نوشتن وقتی من رفتم به عیادتشون میخواستن نماز بخونن چون نمیتونستن وضو بگیرن، نمیدونستن چیکار کنن. بعد ایشون گفتن من بهشون تیمم یاد دادم، خدا خیرتون بده. به هر حال اینم نظر این بیننده عزیزمون بود. یک مورد بسیار مهمی که در موقع بروز حوادث و جریاناتی مثل حالا جنگ باشه، زلزله باشه، آتش سوزی باشه یا هر اتفاق دیگه‌ای باشه بیفته، اینه که حتما سعی کنیم حمایت روانی رو برای خودمون و برای افراد خانوادهمون و افرادی که دور و برمون هستن حفظ کنیم. حمایت روانی به این معنی که کاملا سعی کنیم، اولین مورد اینه که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم و سعی کنیم به اطرافیان خودمون یک آرامش قلبی بدیم که همه چیز درست میشه، همه چیز خوب میشه. چون فکر کنم شاید با این افراد برخورد کردید، بعضی افراد هستن یعنی هنوز هیچی نشده، اینا به قول معروف آیه یأس میخونن، تموم شد دیگه، کارمون تموم شد، هیچ کسی به دادمون نمیرسه. این خیلی خطرناکه که ما با ناامیدی کارامون رو جلو ببریم، خصوصا در موقعی که چنین حوادثی رخ میده. پس امنیت حمایت روانی افراد بسیار بسیار مهمه، خصوصا برای بچه ها، چون این حوادث یعنی کاملا در ذهن بچه ها میمونه و ما شاهد این هستیم و بودیم که افرادی مثلا مادری با بچهش زیر آوار بوده اما خودش رو یه جورایی سپر کرده برای فرزندش، خودش متاسفانه جان خودش رو از دست داده اما فرزند زنده مونده. این کلیپ رو ببینیم، کلیپ شماره 8 هست که در ببینیم، کلیپ شماره 8 ببینید مادر چطور خودش رو سپر فرزندش کرده و فرزندش زنده مونده و مادر متاسفانه جون خودش رو از دست داده. خداوند جز شهدا ایشون رو محسوب کنند. در واقع کلیپی است که مادر خودش رو سپر دخترش کرده. خب میگن تا آمادهش میکنیم، من این نکته رو بگم تا اینا کلیپ رو آماده میکنن، اینکه الحمدلله کمک‌های مردمی از طرف سلبریتی‌ها، از طرف شخصیت‌های معروف، شخصیت‌هایی که خیلی از همین فرماندهان سپاه بهشون میگفتن شخصیت‌هایی که بی‌ارزش هستن. ما داشتیم کلیپ‌های متفاوتی که میگفتن فوتبالیست‌ها آدمایی هستن که بهش دردی نمی‌خورن، هیچ وقت بهش دردی نخوردن و فقط طرفدار دارن. ببینیم مثلا یا بازیگرا مثلا یا بازیگرا می‌بینیم اشخاصی مثل علی دایی، اشخاصی مثل جواد رضویان، اشخاصی مثل جواد خیابانی، رامبد جوان، همه اینها واقعا دمشون گرم تونستن. حتی شخصیت های سیاسی معروف مثل صادق زیباکلام تقریبا 1 میلیارد تومان تونستن جمع کنن. بعدش ازشون خواسته شده بود که این پول رو، چون مبلغ خیلی زیاد است، بدن به هلال احمر که هلال احمر توزیع کنه. صادق زیباکلام خیلی جالب گفته، گفته مردم اگر میخواستن بدن به هلال احمر، شماره هلال احمر خیلی بیشتر منتشره تا یه شماره حسابی که من توی اینستاگرام خودم منتشر کردم. و با توجه به این مبالغ خیلی، حتی مهدی مهدوی کیا خیلی دیگه از بازیگران تونستن یا خودشون برن یا اینکه مبالغ خیلی بزرگ و مناسبی رو جمع‌آوری بکنن. حتی به چند از هواپیمایی‌ها از کشورهای مختلف پروازهای رایگان ایجاد کردن که فقط بارها رو بتونن همون روز برسونن به کرمانشاه. در کنار تمام اینها ما می‌بینیم کم لطفی‌هایی بود از طرف دولت، از طرف بعضی از مسئولین، از طرف بعضی از کسانی که واقعا میتونستن انجام کمک‌های بزرگتر رو انجام بدن. رسانه در دستشون بود، پول و قدرت در دستشون بود، کافی بود تمام اینها ساماندهی میشد به جای اینکه رامبد جوان بیاد از یه طریق نمیدونم 780 و نمیدونم نرم افزار آپ و چیزای مثل این بخواد پول جمع بکنه. دولت کافی بود یک شماره حساب واحد در نظر میگرفت، میگفت آقا این شماره حساب اینطوری، تمام پولا برای اعتمادیز متاسفانه. من یک نکته رو بگم، متاسفانه مثلا در اسم شهر رو نمیبرم اما خب دوستای نزدیک من اینو برای من گفتن. ببر اسم شهر شد. حالا هلال احمر اون شهر که مثلا مردم رفته بودن وسایل رو تحویلشون داده بودن، متاسفانه بیشتر کارمندای هلال احمر وسایل خوراکی تحویل داده بودن، وسایل لبنی و اینا، متاسفانه اکثرشون بلا استثناء برای خودشون این وسایل رو در حجم زیاد برداشتن و حتی
یعنی ازشون فیلم گرفتن و یه جورایی خواستن آبروشون رو ببرن، اما خب بنابر دلایلی این کار رو نکردن. اما این واقعیت هست که متاسفانه مردم به دولت و ارگانهای وابسته به دولت اصلا و ابدا اعتماد ندارن. این یک ادعا نیست، این رو عملا ثابت کردن در این بحران. عملا مردم ثابت کردن که نه به دولت و نه به ارگانهای وابسته به دولت هیچ اعتمادی ندارن. بریم کلیپ رو ببینیم. خب در این حوادث اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاد. این یکی از ویدیوهایی بود که به هر حال اون بچه جون سالم به در برد، و یا حتی یه خانمی که 16 ساعت زیر آوار بود و باردار هم بود، حامله بودن، ایشون هم زنده از زیر آوار آوردنش بیرون و الحمدلله بچهش هم سالم بود، و اینا اتفاقاتی که به هر حال واقعا جای خوشحالی داره. در مورد همیاری ها زیاد صحبت شد. بذارید من یک نمونه ای رو که خودم باز در جریانش هستم و بودم خدمت شما عرض کنم. من تقریبا روز دوم و سوم زلزله بود با یکی از دوستان در شهر خودمون در سقز حرف زدم. ایشون استاد دانشگاه هستن، یکی از فعالین مدنی هستن، و به ایشون پیشنهاد دادم که کمپینی درست کنن برای جمع‌آوری کمک های مردمی و فرستادنش سریع به کرمانشاه. بعد ایشون به هر حال گفتن والا ما دنبال این هستیم که بریم از طریق فرمانداری و مجوز بگیریم، و به هر حال دارن سنگ اندازی هایی میکنن و فلان و اینا، و خلاصه نمیذاشتن که این کار دست مردم باشه، میخواستن همش زیر نظر سپاه و هلال احمر و نمیدونم ارگان های دولتی باشه. خلاصه حالا من از اینای جورایی قطع امید کردم، به دوستان نزدیک خودم این پیشنهاد دادم که برید در فلان جا در سقز خودتون به صورت یک کمپین خودجوش وسایل رو ببرید و شروع کنید به تبلیغات براش. منم به هر حال تبلیغات میکنم براشون. الحمدلله همون شب، یعنی از ساعت 10 صبح تا 12 شب، 4 تا ماشین 10 تن فقط مردم وسایل آوردن و بار شد و به طرف کرمانشاه حرکت کرد. تا صبحش دوباره 2 الی 3 ماشین دیگه 10 تن فقط وسایل آوردن. واقعا مردم حماسه آفریدن. یک پیرزنی، یک از این حلبیای 16 کیلوی روغن هست تقریبا، یکم داخلش مونده بود، همینو آورده بود، گفته بود به خدا ما تو خونه همینو داریم، همینو داریم تو خونه. یعنی افراد از همه چیز خودشون گذشتن، از همه چیز خودشون گذشتن و واقعا همکاری کردن. و نمونه شیعه و سنی هم نداشتیم توی این قضیه واقعا. نه. یعنی از همه جای کشور، اصلا غیر منطقیه، واقعا بی انصافیه، غیر انسانیه که توی همچون وضعیتی اصلا به شیعه و سنی و مذهب و دین کسی کار داشته باشه. درست، بحث انسانیه، کاملا یه بحث انسانی. تمام ما این سلبریتی ها، بزرگانی که گفتی، آدم های مشهوری که گفتیم که کمک کرده بودن، تماما اکثرشون حالا شیعه بودن و از جاهای مختلف کشور کمک کرده بودن. نکته‌ای که اینجا به چشم می‌خورد اینه که چندین ویدیوی متفاوت از مردم، خود مردم کرمانشاه، مردم سرپرزاب و روستای اطراف بودن که می‌گفتن ما بسیار دیدیم که خیلی از کمک‌هایی که توسط مردم آورده شده بوده به مناطق اهل سنت، اکثرشون هم اهل سنت هستن،
توسط سپاه برداشته می شده و یا اینکه داده نمی شده به مردم به صورت درست حسابی، و در حالی که ما می دیدیم ویدیوهای بیشماری که کمک می کردن، حتی ارتش هم کمک های زیادی به مردم زلزله زده کرد، اما ویدیوها کسانی که خودشون اونجا هستن حاکی از چیز دیگه است. اگه ببینیم ویدیو رو ببینیم، این ویدیوی لایو آقای جوان هست که خودش به خاطر در واقع نمایش فیلم نگار به کانادا رفته، اما از اونجا مدیریت میکنه با توسط بچهای خندوانه که بتونن کمک بکنن، واقعا دمشون گرم، واقعا دستشون درد نکنه. این ذهنیت برای هر انسان پیش میاد. خب حتما شایع است وقتی میگن سپاهی ها مثلا یا خیلی ها به مناطق اهل سنت نمیرسن چون شیعه هستن. خیلی غیر منطقی از مردم ایران انقدر فهمیده و انقدر غیور و با مروت هستن که اصلا نتونن باور کنن. آقای جوان هم میاد همین سوال رو از یکی از همون اهالی میپرسه و ببینیم جواب رو خودتون ببینید و بشنوید. خواهش میکنم از صفحه لپتاپ من ببینید. روستای قادری سراب زهاب و این عزیزان سنی هم؟ آره بله بله اکثریت چون اهل سنت هم؟ بله ما خیلی مخلصیم. یه چیزی شما که اهل سنتین بگید که این تصور غلط که دولت و مردم یا کمک ها به روستاها و مناطق اهل سنت یا سنی نشین نمیرسه، درست رسیدگی نمیشه، بگید اینجوری نیست، همچین تفکیکی وجود نداره. میگن مردم مشکلی نداره. و این نگاه که خدای دیشب یعنی به زود ما 15 تا 16 تا چادر حرار احمر از شنگ گفتیم از بچه های سپاه بودن تو خدا نمیدادن. خیلی آبا خیلی اشخاطی ایشانت از اونجا دوباره با شما. به زور 15 تا چادر از بچه های سپاه گرفتن، چادرهای هلال احمر. هلال احمر یعنی اونم مردم آوردن حتما. شما ببینید به قول یکی از کسایی که کامنت نوشته بود، نوشته بود امکان نداره که یه نفر تو بحران باشه و سر این مسئله دروغ بخواد بگه. بله حتما حقیقتیه و چیزیه که لمس کرده و دیده. چند تا کلیپ دیگه بود، خود منو گشتم پیدا کنم، متأسفانه پیدا نکردم. حتما دیدی خود طرف میاد میگه بابا جون این منتشر کنید اینو، من به اون نمیدم، ما اینجا برداشت وسایل بله. رو ازمون گرفتن، وسایل مردمی رو ازمون گرفته. اتفاقا این دوستای ما که وسایل رو بردن متأسفانه میگفتن در ورودی خیلی از شهرها همون روزهای اول یعنی سپاه ایستاده بود و این وسایل ها رو یعنی یه جورایی مصادره میکرد و بعد میداد به هلال احمر رو به اسم هلال احمر پخش کنن. متاسفانه بعد حتی ویدیو هم هست که فکر کنم اینم دیده باشید که این وسایل رو می آوردن توی انبار، بعد داخل سایپا میکردن و داخل هر سایپای یه آخوند از قم آورده بودن سوار میکردن و اینا رو پخش میکردن به روستاها که بگن بله این از طرف قم اومده. و در پایین اینم بگم یکی از واقعا میتونیم بگیم یکی از شهدای این روزها آقای ابوبکر معروفی بود، اهل شهرستان بوکان، که با ماشین شخصی خودشون وسایلای مردم رو که به هر حال جمع‌آوری شده بود خواستن به اون مناطق برسونن، اما متاسفانه در مسیر راه ماشینشون چپ شد و با استقبال باشکوهی از جوانرود و روانسر و سنندج و کامیاران و سقز و یعنی تمام شهرهایی که این جنازه برگردوندن استقبال شد ازش و مردم با گل از این جنازه استقبال کردن و بله و این واقعا باز یک همیاری دیگر رو میرسونه. و در پایان نکته پایانی میگم، متاسفانه مردم به دولت و ارگانهای دولتی اعتماد ندارن و این رو ثابت کردن. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. یکی مسلمون یکی خون انسان ها رو حلال کنه. رابط نامشروع سببش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلام و کلن درست این برای روی منبر نیست. بجا اجباری. برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردنه. علمای جامعه باید عمل کنن. به خاطر همین شبکه‌های خراب ما.